افزایش جنگ، جان، مال و روان مردم را سیب زده است. در شبانه روز سه‌شنبه، نیروهای امنیتی تنها از دو ولسوالی در سرپل به گونه کامل عقب نشینی کردند، در حالی که در مرکز سرپل نیز درگیری ها جریان دارد. یک پسته که هجوم میبرن، باور داشته باشین که 200 نفر یک دم هجوم میبره. در اون پسته ما 10 نفر داریم، بعدم باز او سقوط بکنن. طالبان ولسوالی اناردری فرا را نیز تصرف کردند، اما به گفته پلیس فرا این گروه ساختمان ولسوالی را منفجر ساخته و آن را به مخروبه مبدل کردند. در اروزگان هم مقام های محلی میگویند ساختمان ولسوالی خاص اروزگان، فرماندهی پلیس و اداره امنیت این ولسوالی و برخی دیگر از تاسیسات دولتی صبح روز سه‌شنبه به دست طالبان افتاده است. خاص روزگان در ولسوالی سقوط مطلق غلطی از مجد و کنه و سالت هم په خاص روزگان کستا ولی در امنیتی تدابیر و پخاطر بندی که دایسی از مجد جنی پوستی نیجی سیوی. در غرب افغانستان در سه ولسوالی هرات، در بخش های از فرا، غور و بادغیز جنگ میان نیروهای دولتی و جنگجویان طالب جریان دارد. در سایه حکومت وجود داره مخالفین، به نفع مخالفین تبلیغ میشه، علیه نظام حرکت های صورت میگیره. در پروان هم در ولسوالی های چهارگانه غوربندا از دو روز میشه جنگ به شدت جریان دارد. مقام های محلی پروان میگویند منطقه نمکاب در غوربند به تصرف طالبان در آمده است. عملات تهاجمی طالبان در اون نقاط شروع کردن، نیروی زمینی که به کمک واشتافتن با تاسف که رسیدگی کرده نتانستن به خاطر کار اقلمای بلند اشغال کرده بودن. اما در نیم روز و پس از یک هفته نبرد، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور موفق شدند تا ولسوالی خاشرود را از وجود طالبان پاکسازی کرده و به این گروه تلفات وارد کنند. موږ افغانان صرف قربانی ورکو، موږ د خپل خاورې دفاع کوو، د خپل ولس دفاع کوو، دا پر ځمانی فرض بولی د خپل ولس دفاع. در بخش های دیگر کشور نیز نظامیان افغان در برابر طالبان دستاوردهایی داشتند. شورای امنیت ملی میگوید که طالبان نمیتوانند موفق شوند. هغه سیمی چې د جګړې په لحاظ د سوق او ادارې له اړخه مناسب دي، انتخاب او پتی روسلر وشتو ساتونو کې له طالبانو دوی ولسوالۍ بیرته نیول شوی او د دښمن تلفات تر بل هر وخت زیات شوی دي. ارتش میگوید بیش از 200 هزار نیروی امنیتی و دفاعی افغان در 22 ولایت کشور مصروف پیکار با مخالفان مسلح، جنگی که هر روز دامنه آن در کشور گسترده تر می شود. معاون نخست رئیس جمهور نیز گفته است که پیشروی طالبان یک خط باریک است که در آن دفن خواهند شد.